چیتسازیان، یه پسر 17-18 ساله وارد میدان جنگ میشه. اگر تمام دنیا برگرده دیگر این شهدا بر شهدا زنده، شهدا برای کسایی زنده که قدر اونها رو بدانند. همسر او میگه در آخرین باری که آمد منزل، که بعد که رفت دیگه رفت و شهید شده ندیدیمش، شب هم تو نشسته بود نیمه شب و عشق میریه گریه میکرد. گفتم چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت فلانی رو خواب دیدم. میگه دستش محکم گرفتم، گفتم باید به من بگی راهکار این قضیه چیه، قضیه شهادت، اینو به من بگو چرا من شهید نمیشم. میگه نگاهی به من کرد، گفت راهکارش عشقه. عشق هر کس که نیست در ره ما از خدا جداست. حرکت جوانان ما در میدان جنگ حرکت خردمندانه و مدبرانه بود. خردمندی و تدبیر داشتن، دلیری و شجاعت داشتن، فداکاری و عبادت هم داشتن. روز به معنای واقعی کلمه شیر غرنده میدان و شب به معنای واقعی کلمه زاهد و عابد و تضرع کننده و عبادتگر. شیران روز، عابدان شب. علی خوش لفظ نقل میکنه که فرماندهشون بوده و همکارشون بوده، علی چیتسازیان. میگه که او همیشه به ما میگفت اگه میخواید از این سیمهای خاردار عبور کنید، اول باید از سیم خاردار نفس خودتون عبور کرده باشید. مسئولیت های ما به گردن شما، حالا دیگه بقیش شما باید بکشید، شما دیگه باید تمامش کنید. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن. اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد، از اونا یاد گرفتیم. چون باد رد شدیم از سیم خاردار، آن سوی معبریم مهتاب و مین و من. که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفسه عبور کنی.